کتاب جالبی حالا یکی از نویسندگاه اروپایی نوشته اینو جان گریب کتابی است تو ایران حالا یکی از جز کتاب های مشهوره در حقیقت کتاب های حالا روانشناسی هست مردان مریخی زنان ونوسی یا من آر فرام مارس وومن آر فرام و مردان مریخی زنان ونوس در حقیقت چیزهایی که مطرح میکنه حالا اصلا خود مفهوم کتاب یا بگیم عنوان کتاب یک چیز درستی هست حالا ما نمیگیم که صد درصد اون چیزهایی که تو این کتاب اومده همش درسته چون انسان انسان خط در واقع بدور از خطا نیست اما اینکه ایشون میگه زمانی که خداوند متعال مرد رو در یک قالب خاصی براش قرار داده بگیم ویژگی های فیزیولوژیکی و فکری و در واقع بدنی خاصی برای مرد قرار داده زن رو هم یک ویژگی های خاص به خودش رو بهش داده برای این دوتا مکمل هم باشن مثلا در خداوند در مرد حالا بگیم اقلانیت رو بر عاطفه غالب کرده و در زن عاطفه رو بر اقلانیت و احساسات رو بر اقلانیت خالب کرده و این به این معنا نیست که زن فکر نمیکنه. و این به این معنا نیست که زن زن عاقل ما نداریم یا زنان نمیتونن عاقل باشن نمیتونن دانشمند باشن نمیتونن عالم باشن نمیتونن فکر کنن نه این صفت درش غالب کرده خداوند متعال و اون هم برای حکمت هایی که الله متعال در نظر داشته عاطفه همین عاطفه مادری هست از بیننده که ما زمانی که کودک متولد میشه اونو زیر و بار و بال و پر خودش میگیره بهش رسیدگی میکنه محبتی که به کودک میکنه محبتی که به نسبت فرزندان خودش داره رنجهایی که مادر برای ما متحمل میشه برای فرزند متحمل میشه چرا ما در احادیث نبوی داریم که رسول الله صلی الله علیه و حق مادر رو سه برابر حق پدر دونسته امک ثم امک ثم امک ثم, ثم ابوک مادرت بر همه تره مادر سپس مادر سپس مادر ثم ابوک بعد پدر حق مادر سه برابر هست پس آگاهی ازان بیننده و علم و آگاهی و دانش در همه حوزه ها ما رو در حقیقت در برابر شبهات واکسینه میکنه و چرا ابن قدیم رحم الله میگه که جهل درختی هست که همه شرها از دامن اون بیرون میاد حتی ما در حوزه های مدیریتی در حوزه های در واقع سیاست گذاری که حالا مدیریت جامعه رو بر عهده دارن اونهایی که مسئولیت تو جامعه بر عهده دارن همه و همه اینها اگر اینها به دست انسان‌های حالا یک بیفته اگر به دست انسان‌هایی بیفته که اهلیت اونو رو ندارند چه فسادهایی تو جامعه ببار به بار چه ظلمهایی و ها، هایی و هایی و فقر و فسادهایی که در جامعه وجود نمیاد اونایی که اهلیت ندارن اصلاً اما اومدن یک پست و مقام و بنابر روابط و بنابر حالا چه بسا طرف قیافه حزب اللهی برای خودش درست کرده و از اسم دین داره سوء استفاده میکنه از اسم مذهب داره سوء استفاده میکنه و به طرق مختلف در یک جایی نشستی که نباید بشینه خب چقدر آسیب به جامعه میزنه این هست؟